الان جادی هم و امیدوارم پر انرژی و خوش و خندون باشین علیرغم همه چیزها، کس هم میکنم شما اینجوری نباشین. و تو ماشین یه نیم ساعتی منتظر بودم، درنچه فکر کردم میتونم از فرصت استفاده کنم براتون یه ویدیو ضبط کنم، حالا امیدوارم خوب در بیاد. یه تجربه ماشین دیگه هم داریم. به هر حال یکی از قواعد هکرها رو گفتم بگم، به اسم قاعده بهش میگن شرکی، مال آقای کلی شرکیه، SHIRKY. کلی شرکی حوزه اصلیش اقتصاد هست و جامعه و در این حوزه می نویسه، ولی قاعده‌ای که داره که بهش میگن شرکی پرینسیپال اینه که سیستم های پیچیده‌ای که درست میشن برای پاسخ به یک مشکل گاهی باعث بقا و استمرار اون مشکلن، اتفاقا حلش نمیکنن. این میتونه خیلی بدبینانه باشه، آمدانه این کارو میکنن، میتونه این باشه که این بخشی از سیستم بقاشونه، میتونم اصولا یک اشتباه در شیوه حل باشه که ادامه دار میشه به خاطر اقتصاد. مثال راحتی اگه بخوام بزنم در مورد قاعده شرکی، شرکت های آنتی ویروس هن. شرکت های آنتی ویروس درست میشن که با ویروس مبارزه کنن، ولی حواستون هست اگر ویروسی نباشه این شرکت ها از بین میرن. در نتیجه تو خیلی بدبینانش خود این شرکت ها اتفاقا ویروس مینویسن پخش میکنن که شما مجبور باشین آنتی ویروسشون رو بخرین. یه دیده خیلی قدیمی خیلی محکم بود و شواهدی هم ازش هست، و اتفاقا آنتی ویروس اون شرکت خاص رو بخرین که ویروس رو نوشته، چون از همه زودتر حلش کرده به اصطلاح. توی قسمت یه خورده کمتر بدبینانه اینه که این شرکت ها مبارزه‌شون رو ادامه میدن، ولی چون دارن موفق میشن هی مسئله رو بزرگتر میکنن. مثلا به شما میگن که ما آنتی ویروس مخصوص اندرویدمون هم نوشتیم. به شما نمیگن که اندروید خودش یه سیستم کامل دسترسی داره و اگر شما آمدانه چیزی رو نصب نکنین بعد بهش دسترسی ندین که شما رو هک کنه، نمیتونه شما رو هک کنه. اینا میگن نه، ما یه برنامه نوشتیم مواظب شماست. مسئله رو بزرگتر میکنن که شرکتشون بتونه دائما ادامه بده جواب دادن به اون مسئله رو. قاعده شرکی میگه سیستم های پیچیده شامل بخش های دولتی، سازمان ها، نهاد ها، شرکت ها و حتی تکنولوژی ها وقتی درست میشن برای حل یک مسئله گاهی خودشون باعث استمرار اون مسئله میشن. آنتی ویروس رو یادتون نگه دارید. این توی سیستم های، حالا یه مثال دیگه ادامه بدم مثالمو، توی آنتی ویروس ها این اتفاق یکیش خیلی بدبینانه است، یکیش اینه که هی مسئله رو بزرگ میکنن که جاتونن هی دیولپ کنن جواب رو و به شما بفروشن، یکیش هم اینه که شاید واقعا مسیر اشتباهی میرن، یعنی میتونن برن پیش مایکروسافت بگن توی که ویروس میگیری، راه حلش هم اینو اینو اینه، سیستم عاملای دیگه پیاده کردن، تو چرا پیاده نمیکنی؟ در اصل مسئله رو دارن اشتباه میزنن، از این ور اگه حلش کنن حل میشه. ولی بدبین که باشیم میتونیم بگیم خب خودشون از بین میرن. مایکروسافت میخواد دائما آپگرید بفروشه، سیستم آپدیت بفروشه، بگه باید هفتگی پچای منو نصب کنین اگر آپدیت میشین چون خطر وجود داره و بقیه چیزها. شرکی رو میتونین جای خیلی مختلفی هم ببینین دیگه، گفتم سازمان ها و نهادهای دولتی هم تحت این قاعده ان. بخشی درست میشه برای حفظ امنیت در کشور، خب اون بخش هی باید بزرگتر بشه چون که دلایل دیگه داره، چون که بودجه داره و بقیه چیزها. اگر واقعا امنیت باشه خب ما میپرسیم چرا وضع اینه. بحران، اگر یه کشوری بحران نداشته باشه ما یه سری سوال دیگه داریم، ولی اگه دائما دیگه شرایط بحرانیه تمام اون نهادهایی که درست شدن با بحران مبارزه کنن میتونن بزرگتر، قویتر و جدیتر بشن تا وقتی بحران هست. نقل قول مشهوری از آسانج هست در مورد جنگ 2011 فکر کنم آمریکا و افغانستان، طالبان در واقع، که میگه که هدف یک جنگ پیروز نیست، هدف یک جنگ دائمیه. یه بخشی تو آمریکا هست که بودجه میگیره، حضور نظامی در کشورهای دیگه داره و غیره و غیره برای مبارزه، جنگ، ما باید بجنگیم. پس نمیتونه یکی مثل طالبان رو با چند تا آر پی جی و مسلسل و طالب و پشت موتور و نمیدونم اینها تو شکست بده. در جنگ هدف جنگ دائمیه که اون بودجه باشه، اون حضوره باشه و بقیه چیزها. نقل قول مشهوری هستش از سینکلر که تو با افراد مختلف هم نقل شده، فکر کنم تو ایران از شاملو نقل میشه، طالب خانم شاملو هم گفته به نقل از اون، اینه که خیلی سخته فهموندن چیزی به کسی که حقوق میگیره که اونو نفهمه. قاعده کلی شرکی میگه که وقتی یک چیزی درست میشه برای پاسخ به یک مشکل گاهی حضور مشکله چیزیه که اتفاقا این رو زنده نگه میداره. و
پس وقتی نهاد، سازمان، شرکت، تکنولوژی، بخش دولتی یا یه چیزی دارین که قراره با یک مشکلی بجنگه، خودش باعث بقا و استمرار اون مشکل میتونه باشه. قاعده شرکی رو فراموش نکنید و گاهی اینجوری بهش فکر کنین که من شاید میتونم از یک راه حل استفاده کنم، شاید من دارم اشتباه میزنم، اگر من سرورم داون میشه و یک سیستم مونیتورینگ دارم که هی دارم گسترشش میدم، تعداد کانکشن ها رو میبینه، وقتی سیستم میاد پایین بوخ میزنه، شاید اصلا دارم اشتباه میرم، خب برام ببینم چرا داون میشه، نمیخواد این برو هی بزرگ کنم. قاعده شرکی رو بدونید. سیستم های پیچیده ای که برای پاسخ به مشکلات درست میشن گاهی باعث استمرار مشکلات جاتی بودن.